بله دوستان، باز هم برگشتیم ادامه برنامه یوسف فردا است. سپاسگزار هستیم از عزیزانی که از ابتدای برنامه تا اکنون با ما همراه هستند و عزیزانی که جدیدن با ما پیوستن. خیلی ها خوش آمدین شما هم، و بخش مهمی است که حتما این بخش شما هم دنبال بکنید و تماشا بکنید. اینک در کنار دکتر صبور صابر، متخصص امراض جلدی و زیبایی هستیم که روی موضوع پیری زودرس صحبت میکنیم. بعضی افراد اشخاص هستند که خیلی زود پیر میشن، در سن جوانی مثلا در رویشان یا آدم جلدشان یک قسم چین و چروک پیدا میشن، قاد خوردگی پیدا میشن. پس به این شاید بگن پیری زودرس. حالا صحبت ها رو بیشتر از خود دکتر صاحب میشنیم. دکتر صاحب سلام و صبحتان بخیر، خوش آمدید. به نام خداوند بزرگ عرض سلام ادب دارم خدمت شما، همکار شما، تمام بینندگان عزیز تلویزیون رای فردا. سلام علیکم، زنده باشین. ما هم خوشحال هستیم. در نخست بحث از اینجا شروع کنیم که پیری زودرس یعنی چی؟ پیری یک روند طبیعی ولی خیلی نخشایند است برای بشریت. همیشه ما از وقتی که تولد میشیم یک قدم به پیری مانده میریم، هر روز ما به پیری نزدیک شده میره. و نظر به این است که پیری ما چی تعریف میکنیم، تعریف از پیری چی است، ناتوانی جسمی، ذهنی و یا ظاهر پیر، این تعریف های است که همیشه با هم یک جا واقع میشن. و گاهی گاهی یکی از این اجزا وقت‌تر واقع میشه، قبل از وقت واقع میشه که رو بنام پیری زودرس میگه. معمولا پیری زودرس ما در جلد در پوست خود میبینیم تا دیگه اعضای بدن. و ما دو نوع پیری داریم، یکی پیری درونی که پیری منطقی، پیری فیزیولوژیک، پیری نرمال میگیم، و یکی پیری زودرس یا پیری آفتاب یا پیری که قبل از وقت واقع میشه. پیری یا با ازدیاد سن، از زمانی که چین و چروک و افتیدگی و بعض مشکلات به پوست افرادی که سن کمتر داره میفته، ایره به نام پیری زودرس یاد میکنیم. و پیری طبیعی یا روند پیری طبیعی حالت است که ما با گذشت سن، بعد از سن 35-40، آهسته آهسته اعراض علائم پیری را تمام بدن خود ما تجربه میکنیم. و پیری زودرس هم میتونیم تنها در قسمت های تجربه کنیم که آفتاب میخوره، مواجه با فاکتورهای محیطی است، و این را به نام پیری محیطی همچنان یاد میکنن. دقیقاً بله. پیری زودرس دکتر صاحب بیشتر نزد کدام افراد اشخاص یعنی مشاهده میشه؟ پیری زودرس پیش افراد مشاهده میشه که ارثیت مساعد دارن، کسایی که والدینشان، اجدادشان زودتر پیر شده و این افراد شبیه اون هستن. در یک فامیل گفتن نمیتونم که تمام افراد باید پیری زودرس داشته باشه، یا در یک نسل تمام افراد پیری زودرس داشته باشه. اگر یک نفر، یکی از اشخاص پیری زودرس با پیری زودرس مبتلا می باشه، میشه که اولاد از او هیچ پیری زودرس نداشته باشه، اما در نوادایش میشه یک کسی باشه پیری زودرس پیدا کنه. به خاطر امی خواص ارثی یا ژن به افراد بعدی خود که انتقال داده، ژن بارز نمی باشه، اما امی خواص در یک نسل بعد بارز میشه. پس کسایی که ارثیت مساعد داره از طرف اجداد، اونا زودتر پیر میشه. درباره فاکتورهای پیری زودرس هم برای ما صحبت داشته باشین دکتر صبی، که بیشتر آقایان دچار پیری زودرس میشه یا خانم ها؟ خب تال فرق، خوشبختانه فرق وجود نداره که یک آقا باشه یک خانم. افرادی که پوست سفید داره، افرادی که پوست خشک داره، افرادی که ارثیت مساعد داره، افرادی که استرس زیاد داره، افرادی که تغذیه سالم نداره، افرادی که ورزش نمیکنه، مایعات زیاد نمیگیره، این افراد است که زودتر به پیری محیطی یا پیری زودرس مساعد دچار میشن. بله، یعنی تبعیض قائل نشده ای پیری زودرس دیگه. خوشبختانه یگانه چیزی که تبعیض قائل نمیشه که مرگ است که پیری زودرس. و دکتر سه، بعضی افراد اشخاص میگن که مثلا بعضی مردایی که کوسه هستن و مثلا ریش ندارن، اینا میگه و پیری زودرس چهار میشه که پاکت دارن؟ بله، تغییرات هورمونی یکی از دلایل عمده دیگر پیری زودرس است. بعضی بود از بود دیگر، کسایی که به قسمت صورتشان مو نداره یا ریش نداره، با آهسته آهسته زمانی که آفتاب میتابه، چون سیستم خود رنگ موی و رنگ پوست یکی از سیستم‌های دفاعی در مقابل آفتاب است، اما زمانی که ریش موجود نمی باشه و دوامدار فرد در بیرون می باشه، آفتاب می باشه، این آفتاب میتابه و تخریب کرده میره حجرات درون پوست و سبب میشه تا کلاژن کمتر تولید شه، چروک زودتر پیدا شه، افتیدگی زودتر پیدا شه. اما در اینجا دو فاکتور است، یک فاکتور تغییر هورمون، تغییرات هورمون، و دوم فاکتور محیط که آفتاب است. نشانه های عمده پیری زودرس چی است دکتر صاحب؟ نشانه عمدهش، اولین نشانه ای که شروع میشه از چروک شروع میشه.
چروک هم اطراف چشم. بعدا افتیدگی ها در قسمت بعد قسمت ها مثلا گناه ها خود خورتر میکنه و کتلات شحمی از بین میره و پایین تر قسمت های زیر فک آلاشه کتلای شحم پیدا میکنه و مهمتر از همه پوست الاستیکیت خود از دست میده و یک پوست نازک دیده میشه. زخم زودتر ترمیم نمیشه در پوست، اگر یک قسمت زخم میشه زودتر ترمیم نمیشه. یه علایم هم در پیری زودرس است. بسیار عالی. چقدر افسردگی تاثیر میمونه دکتر صاحب در پیری زودرس؟ در کل یک فاکتور است که با دیگه فاکتورها همکاری میکنه. اگر فاکتورهای دیگه شدیدتر نباشه فاکتور باز شدتش کمتر است افسردگی. اگر فاکتورهای دیگه شدیدتر باشه بازی هم میتونه که به نوبه خود شدت پیری زیادتر کنه. این تاثیر خود میمونه 100%. دقیقا. آیا خنده کردن زیاد، خنده قهقه که است که دهن خیلی باز میشه، یا میتونه باعث چین و چروک شه و چین و چروک هم نشانه از پیری زودرس است؟ حرکت عضلات همیشه میتونه سبب پیدا شدن حرکت بیش از حد عضلات، میتونه سبب پیدا شدن چروک و خطوط شه. مثلا اگه ما زیاد میخندیم و دهن بسیار باز میشه، قسمت خطای خنده یا قسمت های خط دو طرف بینی کسی خطا عمیق‌تر میشه، زودتر عمیق میشه. اما اگر ما قسمت زیاد میخندیم از تای دل میخندیم که حتی چشمام داخلی خنده میباشه و چشما در این وقت جمع میکنه، در این وقت است که قسمت اطراف چشم کراسفیت پیدا میکنه و این چروک در وجه پیدا میشه. اگر ما بسیار ابروی خود بالا پایین میکنیم در وقت گپ زدن و حرف زدن و بسیار با ابرو حرکت میتیم، در صورت خطوط پیشانی پیدا میشه. این چیزایی است که میتونه جزء پیری را در بدن ما پیدا کنه، یکی از اجزای پیری که خودش چین چروک است. بسیار عالی. در رابطه به اینکه خیلی از دختر خانم ها از ماکس های استفاده میکنه برای صورتشان یا برای جلدشان، چقدر اینا میتونه از پیری زودرس جلوگیری کنه؟ بس پیری زودرس مواجه میکنه بدبختانه، چون افسردگی زیاد میکنه. بیان که یک تعریف، یک مرور کوتاه کنیم چرا پیر میشد. چون باید اول این مرور رو میکنم، حالا میخوایم این مرور رو بکنم. زمانی که انسان به پیری میره، یک تعداد مواد غیر طبیعی یا غیر مفیده در بدن تولید میشه. مثلا کلاژن های غیر ضروری در بدن تولید میشه. کلاژن اصلی که همون الاستیکیت پوست مثل پلاستیک کشش داره، او را کم میشه و آهسته آهسته بندل های کلاژن که کم شد، پوست چولی پیدا میکنه، پوست آماده به چروک میشه، پوست خود نازک میکنه. از پوست پایین تر کدام قسمت مشکل پیدا میکنه؟ از پوست پایین تر یک مقدار شحم داریم ما که او را میتونه که پوست شاداب نگاه کنه، پوست برجسته نگاه کنه، مثلا در قسمت رخسارها، در قسمت پیشانی. اما به مرور زمان قوه جاذبه تاثیر کرده شحم با سایه تغییر شکل میکنه، تغییر موقعیت میکنه، چون مقاومت پوست و دیگه ساختمانایی که در جای خودش ثابت نگه داشته از بین میره، به مرور زمان این شحم از جای خود تغییر موقعیت میکنه که افتیدگی در گونه پیدا میشه، افتیدگی در قسمت چانه پیدا میشه. بعدا حتی سر استخوان تاثیر میکنه به مرور زمان. بارزای استخوانی که در قسمت های گونه سی آستاستا ذوب میشه و از خود گونه فرو رفتگی پیدا میکنه، اما برجستگی خود از دست میده. قسمت های کارتلاج یا غضروف یا قسمت های اما گوشت سخت که است، مثلا در قسمت بینی آهسته آهسته خود نازک میکنه و سبب میشه تا بینی شکل نازک به خود بگیره در پیری. این قسمت های است که در پیری متاثر میشه. ما نمیتونیم تنها به یک پوست جوان یا یکی پوست جوان نگاه کنیم ما روند پیری رو تغییر بدیم. باید در تمام قسمت ها کار کنیم. یک ماسک نمیتونه که ما را از پیری نجات بده. شاید یک ماسک خوب که ما هیچ وقت موافق نیستم، تنها آبرسانی به پوست کنه. این نمیتونه تمام مشکلات ما را حل کنه. یک زمانی که ما با پیری میرسیم، یک تعداد مواد مضر در بدن تولید میشه که سبب میشه تا حجرات پوستی را تخریب کنه. این به نام حجرات ریاکتیو اکسیژن اسپیسیز یا حجرات فعال، انواع حجرات فعال اکسیژن میگه. این حجرات چارتار اکسیژن در وجود تولید میشه. ما بر از این مواد، به خاطر که این مواد از بدن خود جمع کنیم در طول زندگی خود، ما به ضرورت داریم تا آنتی اکسیدانت یا مواد را بخوریم و تغذیه کنیم که این را جمع کنه از بدن ما. آنتی اکسیدانت ها حاوی ویتامین هاست، مثلا ویتامین سی، ویتامین ای و گلوتاتیون. سه آنتی اکسیدانت بسیار قوی هستند، تعدادشان اگر چه زیاد است. اگر ما یک رژیم خوب غذایی می داشته باشیم که میوه و سبزی زیاد بگیریم، ما زودتر پیر نمیشیم. چون امی انواع اکسیژن مضر که در بدن ما تولید میشه، ایره در سبزیجات مواد است که جمع میکنه و سبب میشه بر علاوه که ما از پوست پیر نشیم، از درون پیر نشیم. یعنی ما میتونیم که یک اصطلاح خیلی خوب داره تواد، ما میتونیم که سالهای صحتمند به عمر خود داشته باشیم. نمیگیم ما سالها را اضافه کنیم، اما گفتم ما سالهای صحتمند در عمر خود داشته باشیم.
پس اگه ما میخواهیم که جوان بانیم، اگه ما میخواهیم که صحتمند بانیم، باید رژیم غذایی خود توجه کنیم. ارثیت که ما تغییر داده نمیتونیم. دقیقاً بله. او با ما رسیده. هیچ وقت نمیتونیم ما ارثیت تغییر بدهیم. و ما تنها یگانه چیزی میتونیم که عوامل محیطی رو کنترل کنیم. باز ارثیت به تنهایی خود نمیتونه ما رو دست پای در بیاره. بله. پس به خاطر جوان ماندن باید تنها به پوست خود توجه نکنیم، در کل به صحت خود توجه کنیم. با تغذیه خود توجه کنیم، با ورزش خود توجه کنیم، با خواب خود توجه کنیم، با دوری از سیگارت و از دود و از الکل توجه کنیم. ای از کم خوابی رو کم کنیم، استرس رو کم کنیم. ای عوامل است که ما رو جوان‌تر نگاه می‌کنه. اگرچه ساینس امروز یا علم امروز تبابت میگه ما پیری را یا توقف می‌دیم یا با تأخیر می‌ندازیم یا ریورس می‌کنیم یا دوباره به جای قبلی میاریم. این تو یک اندازه ثبوت داره. به خاطر اگه ما تغذیه خوب کنیم، اگه ما تقویه خوب خود کنیم، پیری به تاخیر میفته. اگه ما بعض سیستم‌های تداوی هست اگه استفاده کنیم، ما میتونیم تا یک زمان پیری توقف بدیم. مثلا ما اگر چین چروک داریم، از بعض روش‌ها استفاده می‌کنیم، چین چروک از بین میره، تا یک زمان پیری توقف میکنه. بعض تداوی ها هست اگه ما انجام بدیم، مثلا چین چروک با بدر افتیدگی است بر صورت ما یا تغییر رنگ است، میتونیم که پس دوباره با چند سال قبلش بیاریم. پس ما میتونیم پیری با چند سال قبل بیاریم، اما نمیتونیم هیچ وقت عمر تغییر بدیم. سالای خوب و خوش، سالای صحتمند نمیتونیم به عمر خود اضافه کنیم. دقیقاً بله. بله خیلی هستن دکتر صاحب که میبینین مثلا سن و سالش خیلی بالا رفته ولی دندانایش هم مکمل سالم هستن. وقتی پرسان میکنید چرا، خب از اطرافیانش که میپرسیم، ما بعضیا گفتن که اینا غذا را داغ نخوردن، چای مثلا داغ نخوردن، کل چیز ملایم مثلا استفاده کردن، غذا را مثلا دیر جویدن، اینا هم سیستم هاضمیشون سالم است، هم دندانشون سالم است. اینا خب تاثیرگذاری خودم میداشته باشه که باز در رابطه هم صحبت های شما رو میداشته باشیم. حالا روی استفاده از وسایل آرایشی در نزد دختر خانم ها اگر صحبت داشته باشین، که دختر خانم ها بیشتر از همین وسایل آرایشی استفاده میکنه که اینا بیشتر فکر کنن مواد کیمیایی و شیمیایی ندارن، اینا چقدر باعث پیری زودرس میشه؟ خب ما یکی از عوامل عمده پیری زودرس که داریم در محیط اما پالیوشن یا کثافت هوایی است. مواد کیمیایی یا آیونای آزادی که در هوا است میتونه ما را پیر کنه، اما اونها واقعا مضر هستند. زمانی که کمپانی ها، شرکت های بزرگ کوشش میکنن تا یک مواد تقریبا کیمیایی بدون ضرر به پوست تولید کنن، تا یک اندازه موفق شدن. یعنی میتونن اگر کیفیت مواد خراب باشه، طرز استفادهش نادرست باشه، مطابق پوست ما نباشه، در صورت میتونه سبب تخریب پوستی شوه و میتونه با پیری زودرس کمک کنه. اما اگر یک مواد با کیفیت مطابق پوست و در زمان مناسب استفاده شد، تا جایی که تحقیقات نشان داده، زیاد تاثیر سر پیری زودرس نداره. پس نمیتونیم که مانع کامل از آرایش شه. اگر ما امروز یک فتوا بدیم که قطعا نقص داره و مواد کیمیایی، مردم آسته آسته دوری میکنن و این سبب میشه تا یک ترس ایجاد شه. اگر مواد آرایشی خوب باشه، زیاد به پوست مانده نشه، مطابق پوست ما باشه، مثلا یک پوست خشک میتونه یک مرطوب کننده استفاده کنه، جز مواد آرایشیشان باشه و پوستون صحتمند است. و یک پوست چرب، اگر مواد چرب استفاده کنند به حیث فاندیشن یا به حیث امو زیرپوش مواد آرایشی، به صورت سبب اکنه و بخار پیدا شدن بعضی مشکلات میشه. پس مواد خوب استفاده شود، در زمان خوب استفاده شود و مطابق پوست استفاده شود، زیاد مشکل نداره. بله بسیاری. خب حالا چطور است که در ارتباط به راه های جلوگیری یا هم تداوی داره نداره صحبت داشته باشیم؟ خب قبل از اینکه بالا راه جلوگیری بریم، یک چیز راجع به پیری میخوام برز برسانم، که البته در کل پیری زودرس و طبیعی خانما کوشش میکنن زودتر پیر شوند، چون تغییرات هورمون برشان پیدا میشه و متاسفانه در مملکت ما هورمون ریپلیسمنت تراپی وجود نداره. زمانی که استروژن در بدن کم میشه، به هر دلیل باشه، چی به گذشت سن و چی به خاطر امراض، پیری پیدا میشه. از اون خاطر کسایی که مشکلات هورمونی داره، اگه تداوی کنن با زمان مناسبش، زودتر پیر نمیشن. و یک نکته دیگر رو میخوایم برز برسانم، این که سویا یکی از عوامل عمده ضد پیری است، چون حتی میگن تحقیقات نشان داده که سویا یکی از عوامل عمده ضد سرطان است. به خاطر سویا را همیشه میتونن که در غذای خود استفاده کنیم و در غذای خیلی خوب است و میتونه خانم ها زیادتر استفاده کنن. این به خاطر این نکتر ارزش میکنم، پس هم فراموش نکنم. میرم به خاطر جلوگیری، اول میخوایم جلوگیری در کل بگویم. قبلا هم گفتم که
کدام موارد است که ما باید در نظر داشته باشیم؟ ارثیت که نمیتونیم. ارثیت به ما رسید از اجداد ما. بله. اگه خوب است بد است به ارث رسانده، اگه موی زیاد است موی کم است، اگر رنگ سفید است رنگ سیاه است، اگر پوست خشک است پوست مرطوب است، این چیزایی است که ما نمیتونیم تغییر بدیم، اما در کیفیت زندگی میتونیم تغییرات بیاریم. مثلا کسایی که پوست خشک داره با پیری زودرس زیادتر مواجه است، اونا میتونن که مرطوب کننده همیشه استفاده کنن، ضد آفتاب همیشه استفاده کنن. کسایی که پوست سفید دارن اونا میتونن ضد آفتاب استفاده کنن، دواهای استفاده کنن که در مقابل آفتاب مقاومت بدنشون رو بلند ببره، و همی است که پیری بهشون به تاخیر میندازه. و کسایی که تغذیه خوب ندارن اونا میتونن تغذیه رژیم تغذیه را مادر اول باید با والدین جور کنن، چون پیری از زمان تولد شروع میشه. ما انتظار نمیکشیم که جوان شیم باز پیر شیم، چون تخریبات حجروی که از زمان تولد برای ما پیدا میشه آهسته آهسته بروز میکنه. با حجرات تا یک زمان قابلیت تولید داره، یک تعداد حجرات خود تولید دوباره نداره، یک تعداد که تولید دوباره داره تا یک زمان داره، بالاخره ای توقف میکنم. به خاطری که ما همی زمان طولانی تر بسازیم باید با اطفال خود طرز تغذیه رو نشان بدیم. مایی خوردن نه، مایی گرفتن، طرز تغذیه رو برشان نشان بدیم. برشان بفهمانیم که در کدام زمان آب بنوشن، چقدر آب بنوشن، در کدام زمان میوه بگیرن، در کدام زمان غذا بگیرن، از چی باید اجتناب کنن. روی تبلیغات، روی تشویق، نه که ما با طفلک چوبه بگیریم که اگه خورده خورده اگه نه میکشمت. این زمان است که طفل به او غذا ده به همش بدبین میشه. بله. اگر هر چیز به زور شوه در مقابلش بدن عکس العمل نشان میده. پس زمانی که ما اطفال میخواهیم که سالم نگاه کنیم باید تشویق به تغذیه کنیم. تعریف از تغذیه کنیم. به خوبی به خوشی برشان بگیم که مفید است. آهسته آهسته عادت میکنن. جزء زندگیشون میشه. یک طفل اگه بگه یک سیگارت قبل مزرات داره آهسته آهسته پیش تنفر پیدا میکنه. اما یک کسی بگه اگه سیگارت زدی میکشمت، او میگه حتما چیز خوبه، بیا در گوشه خود بزن که مرا کشتن نتانه دیده نتانه، پیدایم نمیکنه. پس زمانی که ما اطفال خود تشویق و ترغیب به تغذیه خوب میکنیم، به خواب سالم میکنیم، به ورزش میکنیم، دهی وقت است که ما پیری از اونا را از آوان به تاخیر انداختیم، هم راز پیششان کم کردیم. اونا تغذیه خوب میکنن، ورزش خود میکنن، خواب خود راحت میکنن، یا جز زندگیشان میشه و اونا نسل بعدی ما دیرتر پیر میشه. کسایی که پوست سفید دارد فالشان با اونا باید بیاموزنن که ضد آفتاب حتمی است. برشان نشان میدن بعض افراد که زودتر پیر شدن، بعض ضعیفی پیری برشان، بعض مزرعه های پیری برشان تشریح کنیم، اونا خودشان تشویق میشن که ضد آفتاب همیشه استفاده کنن بدون از اینکه والدین متوجه شوه. زمانی که ضد آفتابشان خلاص میشه می با والدین که از مخلص شده برام بخیر، و این سبب میشه تا اونا دیرتر پیر شوند. افرادی که پوست خشک دارند، اطفالی که پوست خشک داره با اونا باید فهمانده شوه که مرطوب کننده با پوستشان هم مفید است، با بدنشان هم مفید است، زیبا میمانند، مقبول میمانند و قهرمان میشن. اطفال زیادتر خوش دارن قهرمان شوند در هر رشته ای که باشن. اونا عادت میکنن به مرطوب کننده و همیشه مرطوب کننده استفاده میکنن. این چیزایی است که ما میتونیم از طفلیت پیری رو به تاخیر بندازیم. متاسفانه در نسل ما موجود نبوده این چیزا، بسیار کم خانواده اگه تانستن به این هدف به اطفال خود برسن. اما کسایی که جوان هستن اونا میتونن ضد آفتاب استفاده کنن، کسایی که دود میکنن مثل سیگارت و قلیل اونا میتونن کم کنن و ترک کنن، کسایی که ورزش نمیتونن میتونن صبحانه بخزن و ورزش کنن، و کسایی که تغذیهشون نادرست است میتونن تغذیه کنن. تغذیه به این معنی نیست که ما تماما گوشت و برنج بخوریم. تغذیه به این معنی نیست که ما بریم انرژی بسیار قوی قوی رو قیمت قیمت بخریم بخوریم. تغذیه به این معنی است که ما تعادل ایجاد کنیم، ما آنتی اکسیدان بگیریم، ما میوه بگیریم، ما سبزی بگیریم، ترکاری بگیریم و بالاخره در پالش پروتئین و دیگه مواد هم داشته باشیم بر تقویه خود. پس اینو میگن تعادل تغذیوی. ما مایعات زیاد داشته باشیم. مایعات به این معنی نیست که ما چای با نان یک جای بخوریم با غذا، چون میگن چای وقتی خورده شود جذب آهن کم میکنه، کم خونی را پیدا میکنه. تغذیه به این معنی است که ما هر چیز را با جایش بخوریم. قهوه را وقتی خسته میخوریم باشیم بخوریم، میوه را پیش از غذا بخوریم، چون ما اگه غذا بخوریم دیگه جذب برای میوه نمیمونه، قند جذب نمیشه. میوه را قبل از غذا بخوریم و غذا را به وقتش بخوریم. چند بار غذا بخوریم مهم است، یک بار کلش نخوریم، سیر نکنیم. تکرار تعداد اوقات غذا بسیار مهم است. ما باید غذا را کم بگیریم و چند بار بگیریم در روزه، غذای خود تقسیم کنیم. و خواب هم در جوان هم متاسفانه خواب هیچ آرام نیست، باید خواب خود آرام کنیم و ارزش خود بکنیم. این است که پیری ما را به تاخیر میندازه. کسای ما که پیر شده مثل ما،
بله. سنش بسته نماست. اونا چی کنن؟ اونا باید پیری خود تداوی کنن. تا فعلا ما وقایع گفته. بله. اما کسایی که پیشان اعراض علائم پیدا شدن، اونا باید پیری خود تداوی کنن. درست. تداوی های متعدد وجود داره خوشبختانه، نظر به اقتصاد، از اقتصاد کسایی که خوب میتونن پس خود جوانتر کنن. میتونن پس خود شادابتر نشان بدن. اما از پوست و از ظاهر درون خود خدا باید خودشان جور کنه. پس من کس پیشتر گفتم از غذا استفاده کنه، غذایی که بسیار مفید است، سویا بسیار غذای خوب است، مایات زیاد بگیرن، میوه و ترکاری جزء غذایشان شوه، پروتئین هم جزء غذایشان باشه که شامل لبنیات و شامل گوشت و لوبیا و بعضی چیزهای دیگه است. در هیچ چیز باید افراط نشه. کسایی که اعراض پیری پیششان ظاهر شده، اونا میتونن فرزند چینی چلو که جدا تداوی کنن، رنگ پوست جدا تداوی کنن، افتیدگی پوست جدا تداوی کنن. بعضی وقتا ضرورت میشه که با پروسیجرا یا روش های زیبایی ما این کار به دست بیاریم. بعض وقت میشه که با دوایی بعض اهداف به دست بیاریم، اما بعض وقت میشه که با عملیات جراحی هایی اهداف به دست بیاریم. در کل ما میتونیم تا یک اندازه روند پیری تغییر بدیم و ریورس کنیم به حالت اولیش بیاریم. چند درصد دکتر صاحب قابل تداوی است؟ نظر به حالت مریض. گاهی گاهی درصدی تعیین کردن بسیار خوب است. ما درصدی کجا را انتخاب میکنیم؟ طفلی خوده، نوجوانی خوده، جوانی خوده یا میانسالی خوده؟ با میانسالی که همیشه میرسیم. با سن میانسالی همیشه میرسیم. حتی با جوانیم گاهی گاهی میشه که نزدیکتر شه. نظر به مقدار پول است که مصرف میکنیم. نظر به روشی که انتخاب میکنیم. مثلا چینی چلو که ما میتونیم حتی با جوانی خود برسانیم. چینی چلو که پیشانی و اطراف چشمه. این میتونه که با جوانی برسانیم، اما متاسفانه قیمت است. کسایی که اقتصادشون خوب است میتونه استفاده کنن، چون پول بمی است که ما جوانتر، خوشحالتر و سرحالتر باشیم. بعد از تغذیه، بعد از صحت و تغذیه و تعلیم و تربیه و کمک های خیریه، عنصر پنجم پیش ما مصرف سر زیبایی و سر حالت خود ماست، سر لباس و زیبایی ما. و پنج عنصری که ما تعلیم تربیه اولاد ماست، صحت خود ماست، تغذیه خود ماست و کمک های خیریه ماست، چهار عنصر ما میمونم. بعد از اینکه پول میداشته باشیم، باید همیشه سر خود مصرف کنیم، چون پول ذخیره به در نمیخوره. بعد از سر ما سر جنگ میشه، سرش دعوا میشه، بالاخره چند دعوا دشنام با ما میرسه، کاش که زیاد میمونده، چرا کم مون. و باید سر خود مصرف کنیم. به خاطر ما میتونیم که چینو شروع که با تداوی های مثلا زرق بوتاکس و بعض روش های دیگر که بوتاکس مؤثرترینش است، این ما میتونیم تداوی کنیم. بعض وقتا افتیدگی و فرو رفتگی را با فیلر و انتقال شحم و بعض ماشین های مدرنی و عصری است که ما میتونیم رو تداوی کنیم. و در کل اگر ما بخوایم یک مقدار پول زیادتر مصرف کنیم، روش زیادتر انتخاب کنیم، ما تقریبا از سن جوانی خود نزدیک میشیم. دقیقا. بله، خیلی تشکر دکتر صاحب، خیلی ممنون از تشریف آوریدان. یک نکته که باقی مان اگر کوتاه روش اشاره بکنیم که افتیدگی های زیر چشم یا پخانگک های زیر چشم که میفته، علت از این دقیقا چی میتونه باشه؟ متاسفانه اطراف چشم خیلی مغلق است. چربی که در زیر چشم میباشه تک زمان یک پرده یا صفحه قوره به جای خود منشانه و در جای خود محکم میگیره یا ثابت نگه میداره. اما زمانی که پیر شویم، به هر دلیلی که باشه، یا ارثیت یا فشارا یا هر دلیلی که باشه یا امراض، میتونه او صفاق نزده کنه و چربی از جایش بیرون شود و تغییر رنگ هم پیدا میشه، افتیدگی پیدا میشه. اطراف چشم با دوا زیاد نتیجه خوب نداره. حتی با ماشینا یگانه روش هم برداشتن پف بالا پایین چشم است که مؤثر است، هم خوب است، هم نتیجهش خوب است و هم عوارض و خطراتش کم است. همین اطفال بخصوص زمان که گریان میکنه، زیادتر چشم خود میماله، یک چیز در چشمش که میره، هم یک خاص یک چیزی باشه میماله، یا باعث سازی میشه. در ابتدا که نخیر، چون در ابتدا قدرت ترمیم دوباره حجرات بسیار بالا است. هر قدر ما در طفلی و جوانی تخریب میکنیم، دوباره پس ترمیم میشه. اما بعد از سن 3 که گروت هورمون یا هورمون نشو نما پایین میشه، در این وقت است که ما بسیار احتیاط کنیم. اگر ما تخریبات میکنیم، اگر ما چشم میمالیم یا خارش میکنه، ما میتونیم که مشکلات پیدا کنیم. پوست قابلیت ارتجاعات نمیداشته باشه، پوست باید ضربه نزنیم، پوست آسیب نزنیم. و اگر پوست آسیب برسه، پوست آسیب برسه، ترمیم دوباره سخت میشه. دقیقاً. بله، خیلی ممنون. در اخیر چه گفتنی، چه پیام برای خانواده عزیز داریم؟ همیشه مثل سابق میگم که اطفال خود متوجه باشیم. ما که نسل جنگ بودیم، متاسفانه قربانی جنگ، قربانی بدبختی بودیم، اما اطفال خود متوجه باشیم. چون در پول کم، اگه ما ذهن اطفال خود آماده کنیم، ما میتونیم بسیار باینده، هم از نظر جوان بودن پوست و روی و صورت، هم از نظر جوان بودن ذهن و هم از نظر فعالیتایی که میتونن اطفال انجام بده، ما آینده را از امروز برنامه‌ریزی میتونیم.
اگر ما امروز یک برنامه ریزی خوب با اطفال خود کنیم، آینده اونا یک نسل خوب می داشته باشیم، یک جامعه خوب می داشته باشیم، یک جامعه دور از خشونت و جنگ و بدبختی می داشته باشیم. این جامعه متاسفانه هر دلیلی که بود با بدبختی و خشونت جنگ رفته. تا امروز ما از روزی که تولد شدیم 45 سال شده با جنگ بودیم. ما از خود توقع ندارم زیاد یک آدم موثر باشیم در جامعه. یکی کوشش میکنم جدا پس اما موثریت من کمتر است تا اینکه یک طفل که 45 سال در آرامش سول زندگی میکنه او موثرتر میباشه. به خاطر ما باید سر اطفال خود سرمایه‌گذاری کنیم از نظر تعلیم تربیت، صحت و ادب و اخلاق. ما میتونیم جامعه خوبتر داشته باشیم. بله خیلی سپاس از اینکه امروز وقتتون رو برای ما دادید. لطف کردین. بخیر باشید. زنده باشید.